به نام حق و حقیقت، درود بر شما حقجویان گرامی. دوره‌ای که در خدمت شما عزیزان هستیم، دوره آموزشی نقد دین اسلامه. در قسمت قبل عرض کردیم که سوال اصلی که در این دوره قصد پاسخ دادن به اون را داریم اینه که آیا دین اسلام یک دین الهی است؟ یا محتوای این دین محتوایی است که از ذهن یک انسان تراوش نموده است. ما در این دوره قصد نداریم به این بپردازیم که دین اسلام مطالبش مطالب خوبی است یا مطالب بدی است. ما فقط به این نکته می‌خواهیم بپردازیم که آیا مطالب دین اسلام الهی است یا خیر. سوالی که اینجا مطرح می شود این است که چطور می شود الهی بودن یک محتوا رو تعیین کرد؟ پاسخ اینه که بسیار 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 دشواره که کسی بخواد اثبات بکنه یک محتوا الهی است. ممکنه محتوایی بسیار زیبا باشد، بسیار اصولی و منطقی و درست و منسجم باشد، ولی این نشان دهنده الهی بودن آن محتوا نیست. ممکن است محتوایی به قدری عالی و راقی باشد که تا سالیان سال دیگران نتوانند مثل آن محتوا را تولید کنند. ممکن است مطالبی که در آن محتوا بیان شده است به قدری سطح بالا و پیچیده و پیشرفته باشد که به ذهن مردم همزمان گوینده نرسیده باشد، ولی هیچ کدام از اینها دلیل بر الهی بودن محتوا نیست. ممکن است گوینده مطلب ذهن بسیار خلاق و جوال و نبوغ بسیار ویژه‌ای داشته باشد و مطالبی را زودتر از هم عصران خود کشف کرده باشد. ممکن است نویسنده ذوق ادبی بسیار زیادی داشته باشد و شعرها و نثرهایی را گفته باشد که دیگران از آوردن مثل آن عاجز باشد و کسانی که آثار او را می‌خوانند از شدت زیبایی اشک از دیدگانشان جاری بشود. همه اینها امکان دارد، اما اینها دلیل بر الهی بودن مطلب نیست. برهان منطقی بر الهی بودن مطلب نمی شود. عده‌ای از مبلغان مذهبی اینگونه بیان می کنند که اگر در محتوای شما اعجاز علمی پیدا کردید، دلیل بر الهی بودن اون مطلب است. ما الان می خواهیم به این سوال پاسخ بدهیم که آیا واقعا اگر نوشته ای از زمان یونان باستان پیدا کردید که در آن پیشبینی وقایع 2500 سال بعد که زمان فعلی باشد را با دقت بسیار زیادی انجام داده باشد، آیا این دلیل بر الهی بودن آن مطلب است؟ یا به عنوان مثال اگر ما داستانی از قرن 16 میلادی پیدا کردیم که در آن صراحتاً به سفر انسان به ماه یا اختراع هلیکوپتر یا دیگر دستاوردهای امروزی بشر مثل اینترنت یا تلفن همراه اشاره شده باشد، آیا این نشان دهنده الهی بودن آن نوشته است؟ این سوالی است که باید با دقت به اون بپردازیم. یعنی آیا وجود اعجاز علمی نشان دهنده این است که خدایی هست و خدایی که این جهان را خلق کرده این مطلب را گفته؟ در دوره خداشناسی در قسمت برهان معجزه به این مطلب پرداخته شد که اگر واقعا معجزه‌ای به وقوع بپیوندد و یکی از قوانین فیزیکی در آن نقض بشود، مثل همین خبر دادن از آینده، اگر ثابت بشود که به هیچ وجه از روی قوانین فیزیکی نمیتوان آینده را پیشگویی کرد و دسترسی به آینده بر فرض که طبق قوانین فیزیکی محال باشد، اگر کسی از آینده خبر بدهد، خب این فرد یکی از قوانین فیزیکی را نقض کرده است و به نوعی میتوان گفت یک معجزه به وقوع پیوسته است. توجه داشته باشید که این اخبار از غیب و آینده باید به گونه ای باشد که حدس یا گمان یا تخمین یا پیشبینی نباشد. باید اخبار بسیار دقیق و با جزئیات باشد. مثلا اینکه 150 سال دیگر در فلان روز فلان ساعت فردی به این نام این کار را انجام خواهد داد، این می شود اخبار از آینده.
اما اینکه مثلا در چند سال آینده بین دو کشوری جنگی رو خواهد داد، این اخبار از غیب نیست، چون وقوع جنگ بین دو کشور یک پدیده محتمل الوقوع است، به خصوص اینکه عدد آن هم با چند بیان شده، نه اینکه در یک سال مشخص. گفته می شود در چند سال آینده بین این دو کشور جنگی رو خواهد داد. خب این پیشبینی است نه اخبار از غیب. اگر بر فرض که اخباری از غیب رخ بدهد و ما این را معجزه بدانیم، یعنی از لحاظ فیزیک اخبار از غیب امری محال تلقی شود. در قسمت برهان معجزه گفتیم که این با فرض دو مقدمه دیگر ثابت می کند که جهانی که ما در آن زندگی می کنیم مجازی است. یعنی ما از معجزه به مجازی بودن جهان پی می بریم. مجازی بودن هم تعریف مشخصی داشت. دوستان می توانند به قسمت خداشناسی، برهان معجزه و برهان دنیای مجازی مراجعه بفرمایید. معجزه ثابت می کند که جهانی که ما در آن زندگی می کنیم جهانی مجازی است. همین. و طبق مقدمات دیگری که اگر آنها هم پذیرفته بشود، می توان اثبات کرد که جهان مجازی خالقی دارد، خدای خالق جهان هستی، یعنی خدای شماره 14. پس معجزه با پذیرفتن چند مقدمه دیگر نهایتا می تواند خدای خالق جهان هستی، یعنی خدای شماره 14 را اثبات کند، نه خدای شماره 15، یعنی خدای خالق ما را. ولی شاید بتوان گفت که اگر معجزه‌ای در متنی باشد و معجزه ناقض قوانین فیزیکی باشد و ما نقض قوانین فیزیکی در جهان واقعی را محال بدانیم، می توانیم بگوییم که جهان ما مجازی است و این جهان خالقی دارد. اما آیا آن صاحب معجزه و آن متنی که معجزه در آن به کار رفته است، آن هم الهی است؟ این امری است که احتیاج به اثبات دیگری دارد. ما در همین حد می توانیم بگوییم که این متن منسوب به اله است. اله در اینجا منظور خالق جهان هستی است. یعنی این اطلاعات از جایی آمده است که جهان هستی را مدیریت می کند، که همان خالق یا همان اله نامگذاری می شود. اما اینکه آیا این اطلاعات با رضایت اله و به امر او به دست آمده است، یا هکری سیستم را هک کرده و این اطلاعات را به سرقت برده و در معرض عموم قرار داده است، این مطلبی است که با صرف دیدن اعجاز علمی نمیتوان به آن دست یافت. پس اعجاز و خصوص اعجازهای علمی و اخبار از آینده و اخبار از غیب چند مطلب را به ما می‌فهمانند. یک، اینکه جهانی که ما در آن زندگی می‌کنیم جهانی مجازی است. دو، جهانی که ما در آن زندگی می‌کنیم و مجازی هست خالقی دارد. و سه، این اطلاعاتی که در این متن بیان شده است اطلاعاتی است که از جانب اله و منسوب به آن خالق به دست ما رسیده است، حال یا با رضایت او و به امر او، یا با مخالفت و بدون رضایت او. پس توجه داشته باشید که وجود اعجاز علمی در یک متن تا حدی میتواند الهی بودن آن متن را با فرض چند مقدمه اثبات بکند. و این واقعا کار دشواری است، چون اثبات اعجاز بودن یک مطلب کار دشواری است. اما از طرف دیگر اثبات غیر الهی بودن یک مطلب بسیار کار ساده و آسانی است. کافی است شما در یک محتوا مطلبی غیر علمی، غیر عقلانی، غیر اخلاقی و یا متعارض با یکی از حقایق و دانسته های یقینی پیدا بکنید. بلافاصله اثبات می شود که آن محتوا کاملا غیر الهی است. چون اگر محتوا از خالق جهان هستی نشأت گرفته باشد، نباید در آن مطلبی خلاف واقع وجود داشته باشد. اگر شما محتوایی را یافتید که در آن مطالبی وجود دارد که با علم حقیقی و یقینی در تعارض هست، بلافاصله متوجه می شوید که آن مطالب مطالبی است که اشتباه است و غیر الهی است. پس تا اینجا به این مطلب رسیدیم که
برای اینکه اثبات کنیم مطلبی غیر الهی است، کافی است که تعدادی تعارض بین آن مطلب و بین واقع پیدا کنیم تا اثبات شود که آن مطلب مطلبی غیر الهی است. بسیار خوب، فرض کنید که ما رفتیم و تعدادی تعارض بین علم و دین یافتیم و آنها را به اهل دین عرضه کردیم. کاملا احتمال دارد که اهل دین از پذیرفتن تعارض خودداری کنند. به چه نحو؟ بعضی می آیند و خود تعارض را انکار می کنند. یعنی می گویند این مطلبی که شما بیان کردید با علم در تعارض نیست. برداشت شما از این مطلب اشتباه است. فرض کنید ما قصد داریم بیان بکنیم که در واقع کره زمین گرد و کروی است و در آیات قرآن بیان شده است که زمین تخت و مسطح است و این را می خواهیم به عنوان یک تعارض بین علم و دین به اهل دین عرضه بکنیم. اهل دین چند نوع می توانند این تعارض را پاسخ بدهند. مورد اول اینکه تعارض را از اصل انکار بکنند، یعنی بگویند که نه، در آیات قرآن به این مطلب اشاره نشده است که زمین مسطح است و برداشت شما از آیات قرآن غلط است و تعارضی در کار نیست. بسیار خوب، پاسخ دادن به این مطلب کار راحتی است، چون ما قوانین و قواعدی داریم به نام قوانین برداشت موجه از متن. یعنی اینگونه نیست که هر کسی بیاید و بر اساس سلیقه شخصی خود معنایی را بتواند به متنی منتسب بکند. خیر، اصول و ضوابط و قواعدی وجود دارد که با استفاده از آنها میتوان فهمید نظر گوینده در این متن چیست. از این که بگذریم، دسته دیگر ممکن است این مطلب که تعارض وجود دارد را بپذیرند، اما اینگونه بیان بکنند که از کجا معلوم که علم درست باشد؟ شاید مطلبی که شما اعتقاد دارید یک دروغ شایع است. یعنی شاید این که شما فرض میکنید زمین گرد و کروی است یک دروغ شایع است که توسط بیدینان منتشر شده است. شاید زمین واقعا همون گونه که در کتاب آسمانی بیان شده است تخت و مسطح است. برای پاسخ به این ادعا باید ادله کروی بودن زمین را و ادله مسطح نبودن آن را بیان بکنیم. یک بحث کاملا علمی محض است، یعنی ربطی به دین و ربطی به منطق و فلسفه پیدا نمی کنه. یک بحث کاملا فیزیکی و علمی است و طرفین باید در این بحث حاضر بشوند، ادله همدیگر را گوش بدهند و در نهایت یکی از آنها قانع بشود که آیا واقعا زمین گرد است یا اینکه واقعا زمین تخت است، یا مسئله است که هنوز به تحقیق بیشتر احتیاج دارد. و ناگفته نماند که هر دو طرف باید در این بحث بی جانبداری و بی تعصب حاضر بشوند و سعی بکنند که در این گونه مباحث علمی محض تنها و تنها دنبال یافتن حقیقت باشند، نه دنبال دفاع از باورهای موروثی خودشان. و عده دیگر ممکن است این گونه پاسخ بدهند که ما هم وجود تعارض را میپذیریم و هم صحیح بودن مطلب علم را میپذیریم. یعنی هم میپذیرند که در قرآن آیاتی وجود دارد که میگوید زمین تخت است و هم باور دارند که در حال حاضر اثبات شده است که زمین کروی است. اما این افراد اینگونه بیان میکنند که شاید در آینده مطالبی کشف بشود که اثبات بکند این مطلب علمی شما غلط است و زمین از دیدگاهی دیگر، مثلا از نگاه بعد چهارم، تخت است و شما هنوز عقلتون به آن مطالب نرسیده باشد. یعنی تعارض را نمیتوانند انکار بکنند، مطلب علمی کنونی را هم نمیتوانند انکار بکنند، اما چون به مطلب دینی باور و تعصب دارند آن را هم نمیتوانند انکار بکنند. از طرفی اجتماع نقیضین هم محال است، یعنی مغز انسان نمیتواند همزمان به دو گزاره نقیض تصدیق بکند. پس اینها چگونه خود را از فشار تعارض و تناقض رهایی میبخشند؟ به این صورت که میگویند ممکن است در آینده علم بشر پیشرفت بکند، کشفیاتی صورت بگیرد و با آن علم جدید شما به این نتیجه برسید که تعارضی در کار نبوده است، یا علم شما در کروی بودن زمین ناقص است.
خب واضح است که این گونه افراد افرادی هستند که خیلی نمی شود با آنها بحث و گفتگو کرد. اینها تعصبات خود را بر عقل خود مقدم دانستند، ولی از لحاظ منطق و از لحاظ علم استدلال اینکه گزاره‌ای در آینده بخواهد اثبات بشود مشکلی از برهان فعلی حل نخواهد کرد. ما از لحاظ حجیت عقل و استدلال موظف هستیم برهانی که الان در زمان حاضر اقامه شده و منطقی به نظر می رسد را بپذیریم، اگرچه که 10 سال آینده این برهان نقض بشود. آن زمان هم وظیفه داریم که رد آن برهان را بپذیریم. اگر 20 سال آینده آن نقض هم نقض بشود، یعنی برهان دوباره تایید بشود، وظیفه عقلانی ما این است که دوباره به آن برهان ملتزم بشویم. این اصلا کار عجیب و کار غیر خردمندانه نیست. هر زمان که قانونی از قوانین علمی اثبات بشود، همه مردم جهان موظف هستند که به آن اثبات و به آن استدلال و به نتیجه آن ملتزم بشوند. هر زمان که گزاره رد بشود، همه مردم جهان موظف هستند که از رد آن گزاره پیروی کنند، یعنی باورشان را تغییر بدهند. این احتمال که ممکن است در آینده این گزاره رد بشود، دلیلی بر غیر موجه بودن این گزاره در زمان حاضر نیست. شما باید در زمان حاضر تکلیف خودتان را مشخص کنید. از 2 گزاره متعارض شما کدام را انتخاب می کنید و تصدیق می کنید؟ این را باید یک ذهن سالم پاسخ بدهد. ذهن سالم هرگز نباید به 2 گزاره نقیض همزمان تصدیق بکند. این را خوب توجه داشته باشید. در زمان حاضر و با همین داده های فعلی افرادی هستند که باور دارند که زمین کروی است و همین افراد بر طبق آموزه های دینی باور دارند که زمین تخت است و این تعارض بیان است. نباید یک انسان سالم در یک زمان واحد به 2 گزاره نقیض همزمان تصدیق داشته باشد. اما عده‌ای از افراد ممکن است بیایند و بگویند درست است که ظاهر آیه اینگونه می‌فهماند که زمین تخت است و درست است که علم کنونی چنین می‌نماید که زمین گرد است، اما شاید منظور قرآن ظاهر آیه نباشد. شاید مطلبی بسیار عمیق‌تر و بسیار فلسفی و پیچیده در تأویل این آیه وجود داشته باشد که شما از آن بیخبر هستید و تفاصیلی وجود دارند که این گونه آیات را که به ظاهر با علم در تعارض هستند به مطالبی بسیار پیچیده و مطالبی بسیار تخیلی و با ذوق ادبی تفسیر می کنند. مثلا آنجایی که می گوید 2 دریا هستند که هرگز با هم مخلوط نمی شود و بین آنها فاصله ای وجود دارد، دریا را به امیرالمؤمنین و فاطمه زهرا تعویل می کنند. می گویند منظور از دریا در اینجا اصلا دریا نیست، یعنی ظاهر آیه در اینجا مقصود گوینده نبوده است. مقصود گوینده از دریا امیرالمؤمنین و فاطمه زهرا بوده است و برزخی که بین آنهاست رسول اکرم هست و لؤلؤ و مرجانی که در آن وجود دارد حسنین هستند، فرزندان علی و فاطمه. و افراد بسیاری از شنیدن این مطالب و شنیدن این تأویل ها گریبان چاک کرده و صیحه مستانه سر می دهند. بله، مطالبی که در تأویل ها گفته می شود مطالب زیبایی است و الحق نشان دهنده هوش بالا و ذوق هنری تأویل کننده هست. اما یک مطلب را ما نباید فراموش بکنیم و آن اصالت و ظهور است. به زبان فارسی یعنی ظهور کلام گوینده حجت است. یعنی در مجامع حقوقی در دادگاه شما می توانید فردی را به ظهور کلامش مؤاخذه بکنید و این بنای عقلا است. یعنی عاقلان این گونه رفتار می کنند که اگر شما بگویید من به فلانی بدهکار هستم، همین حرف شما را شاهد می گیرند و بدهی شما را پس می گیرند. اگر شما در دادگاه بگویید که من تعویلی از این مطلب در نظر داشتم، منظور من از بدهی این بوده است که من او را بسیار دوست داشتم، قاضی این مطلب را از شما نمی پذیرد. قاضی میگوید اگر او را دوست داشتی باید میگفتی که من تو را دوست دارم، نباید میگفتی من به تو بدهکارم. ظهور کلام یک فرد عاقل حجت است، یعنی شما میتوانید مطلب را به آن فرد نسبت بدهید، مگر اینکه آن فرد خودش دلایل و شواهد و قرائنی را در مطلب خود قرار داده باشد که هر انسان عاقلی بفهمد که ظهور کلامش منظور و مقصود نیست.
مثلا استثنایی را خودش ذکر کرده باشد، مثلا تبصره ای را خودش بیان کرده باشد، مثلا خودش صراحت داشته باشد که من دارم مجاز و استعاره به کار میبرم و از این دست مطالب که شما در ادبیات حتما مطالعه کرده. بسیار خوب، پس این مطلب که محتوای آیات قرآن یا محتوای دین آن چیزی که در متن هست نیست، مطلبی است بسیار غلط و اشتباه و عاقلان عالم این مطلب را از شما نمیپذیرند. هر انسان عاقلی باید به ظهور کلام خود و به لوازم گفتار خود ملتزم باشد. شما اگر گفتید من می آیم، یعنی من می آیم، معنی آن نیست که من رفتم. اگر منظورتان این بود که من رفتم، باید می گفتید که من رفتم. بسیار خوب، پس تا اینجا به این نتیجه رسیدیم که اگر ما بتوانیم تعارضهایی را بین علم و دین پیدا بکنیم و وجود تعارض را اثبات بکنیم، یعنی تعارض باشد، و از طرف دیگر گزاره علمی را هم اثبات بکنیم، ثابت می شود که گزاره دینی که با این گزاره علمی صحیح در تعارض هست غلط می باشد. پس کار ما در این دوره پیدا کردن این تعارضها و اثبات گزاره های علمی خلاصه می شود. اما این تعارضهای بین علم و دین در کجا هستند؟ آیا در آیات هستند؟ آیا در روایات هستند؟ آیا در سیره هستند؟ پاسخ این است که معیار ما آیات و روایات و متون دینی هستند. ممکن است کسی بیاید و بگوید روایت ها همگی جعلی هستند. ما این حرف را نمیپذیریم. چرا؟ چون روایت ها از متون دینی ما هستند. ما با همین روایت ها احکام عملی خود را استخراج می کنیم. اگر کسی بیاید به صرف این که روایتی با علم در تعارض هست، روایت را از اصل انکار بکند، این سیاست یک بام و دو هواست. بعضی از روایت ها هستند که نیمی از آن مورد استفاده قرار می گیرد و نیم دیگر آن مورد طرد واقع می شود. اصلاً از دیدگاه منطقی پذیرفته نیست. شما یا باید حجیت خبر را، حجیت روایت را بپذیرید، یا اینکه کلاً روایات را از صحنه استدلال فقهی حذف بکنید. اگر آن کار را نمی کنید، باید به تعارضهایی که در روایت ها با علم وجود دارد هم پایبند باشید. پس ما حوزه کاری خود را روی روایات و آیات قرآن متمرکز می کنیم و سعی می کنیم که ابتدا هم از آیات قرآن شروع بکنیم که همه اهل دین به این باور دارند که آیات قرآن دستخوش تحریف نشده است. یعنی این مطلب همان مطلبی است که پیامبر اسلام بیان کرده است. بسیار خوب، اما سوال بعدی این است که آیا تمام این تعارضها تعارضهای با علم فیزیک است؟ پاسخ این است که خیر، در متون دینی ما تعارضهای فراوانی با علوم مختلف داریم. تعارضهایی با علم منطق، تعارضهایی با علم فلسفه، تعارضهایی با علم معرفت شناسی، تعارضهایی با علم اخلاق و عرفان، تعارضهایی با علم زیست شناسی، با نجوم، با فیزیک، با شیمی، با حتی ادبیات عرب. و این گونه نیست که تمام تعارضها از صنف گرد بودن و صاف بودن کره زمین باشد، خیر، ولی از آنجا که تعارضهای فیزیکی ملموستر و مشهودتر هستند، معمولا در مناظرات به این گونه تعارضها پرداخته می شود و تعارضهای مثلا معرفت شناسی اینها معمولا مطرح نمی شود. اما ما در این دوره چون قصد داریم مطالب را به صورت کامل و جامع مطرح بکنیم، در فصلهای مختلفی که تعارضهای دین با هر یک از علوم میپردازیم. به عنوان مثال در فصل اول تعارضهایی که بین محتوای دین اسلام با علم فیزیک وجود دارد را میخواهیم بیان بکنیم و در فصل دوم ممکن است تعارضهای بین دین اسلام با علم زیست شناسی را بیان بکنیم و در فصلهای دیگر به علوم مختلف دیگر خواهیم پرداخت. امیدوارم که همواره در زندگی شاد و سربلند و پیروز باشین. بدرود.